هر کس که سعی بکند با قایق و بدون ویزا به استرالیا سفر کند برگردانده خواهد شد یا به یک کشور پردازش منطقه‌ای منتقل خواهد شد. اطلاعات زیر برای افراد نیست که هیدهای حفاظتی آنها در کشورهای پردازش منطقه‌ای در حال ارزیابی هست. این اطلاعات برای افرادی هست که در حال حاضر به استرالیا با قایق بدون ویزا آمده هند و ادعای حفاظتی آنها در استرالیا ارزیابی خواهد شد. بودن در استرالیا یک امتیاز است نه یک حق. رفتار شما، آنچه که شما انجام می دهید و اینکه چگونه عمل می کنید مهم است. رفتار شما بر اینکه چه مدت می توانید در استرالیا بمانید و اینکه در بازداشتگاه یا در جامعه زندگی کنید می تواند تأثیر بگذارد. همه مردم باید قوانین استرالیا را دنبال کنند و رفتار مسئولانه ای در خانه و در جامعه داشته باشند. قوانین جامعه استرالیا را برای همه منظم و امن نگه می‌دارند. شما باید مسئولیت‌های خود و آنچه را که در استرالیا خلاف قانون هست بفهمید. برخی از این مسئولیت‌ها و قوانین ممکن است با کشور شما فرق داشته باشند. بعضی از رفتارها در استرالیا غیر قابل قبول هستند. رفتار غیر قابل قبول شامل این موارد می‌باشند: رفتار خشونت‌آمیز، خسارت رساندن به ملک، دروغ گفتن به مأمور دولت و ارائه مدارک شناسایی یا اطلاعات جعلی. با همه افراد در استرالیا با احترام رفتار کنید. این شامل زنان، کودکان و افراد از کشورهای مختلف می شود. از تماس جسمی ناخوانده یا استفاده از کلمات برای آزار یا تهدید افراد دیگر یا اظهار نظر جنسی خودداری کنید. شما مسئول آنچه که انجام می دهید و اینکه چگونه عمل می کنید هستید. حتی اگر شما نمی دانید که رفتارتان اشتباه است، تحت تأثیر الکل یا مواد مخدر بوده اید یا اشتباه کرده اید. با افرادی که اعتماد دارید در مورد آداب و رسوم و فرهنگ استرالیا صحبت کنید. صراحت داشته باشید و اگر چیزی را نمی فهمید بپرسید. اگر به شما یک ویزا داده شود، باید تمام شرایط ویزا را دنبال کنید. این شرایط در نامه اعطای ویزا نوشته شده است، مطمئن شوید که آنها را درک می کنید. اگر به شما ویزای بریجینگ داده شود، یکی از شرایط ویزای شما اطاعت از مقررات رفتاری Code of Behaviour خواهد بود. نقض شرایط ویزای شما می تواند به عواقب جدی از جمله باطل شدن ویزایتان منجر شود. اگر ویزای شما باطل شود، شما دوباره به بازداشتگاه‌های اداره مهاجرت برگردانده خواهید شد. اگر شرایط ویزایتان را نمی‌فهمید، از یک مأمور مهاجرت یا ارائه دهنده خدمات بپرسید. آنها می‌توانند به شما اطلاعات دقیق‌تری بدهند. اطلاعات در آدرس اینترنتی www.imi.gov.au/ima نیز موجود است.